همونطور که گفتیم و شما هم لابد در خبرها شنیدین، شامگاه دوشنبه گذشته 7 موشک به طور پیاپی از یمن به عربستان پرتاب شد. عربستان اعلام کرد که موشک‌ها رو در هوا رهگیری و منهدم کرده، اما بر اثر اصابت قطعات اونها یک نفر کشته شده و تعدادی هم مجروح شدن. به دنبال این حمله اگرچه حوثی‌ها مسئولیت اون رو به عهده گرفتن، اما انگشت اتهام به جانب رژیم نشانه رفته. این قضیه در شرایطی که موضوع برجام هم روی میزه و موعد ضرب الاجل آمریکا داره نزدیک میشه، تب بحران منطقه‌ای و بحران بین‌المللی رو بیش از پیش افزایش داده. در همین رابطه گفتگویی داریم با اسدالله مصنع. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از حضورتون. تقاضا میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز در خدمتم. بله. اجازه بده اولین سوالو بکنم که از اونجا که رژیم این پرتاب موشک و دخالت خودش، نقش خودش رو در این قضیه پرتاب موشک به عربستان تکذیب کرده، چه دلایلی واقعا وجود داره که رژیم این کارو کرده؟ بله. ببینید، خب این که خیلی روشنه که حوثی‌ها یک گروه عقب مونده محلی هستن و این توانایی رو ندارن، فاقد این توانایی تو این کارو بکنن. اما تند قضیه اینه که اگه حرف رژیم رو باور کنیم، این حرفایی که میزنه که حوثی‌ها میتونن چنین موشکایی بسازن و بزنن و فرای حرفها، خب پس اندرون بردرون ها و جست های موشکی رژیم چه ربط، چه محلی از اعراب میتونه داشته باشه؟ اما اگر از این طنز و از این به قول معروف شوخی بگذریم، علائم و ردهای روی بقایای موشک ها که قبلا نیکی هیلی سفیر آمریکا توی ملل متحد اونها رو آورد به نشون داد، به خبرنگاران نشون داد، الان هم خود عربستان اعلام کرده که اینا کاملا رد موشک های رژیم روش هست، هیچ تردیدی باقی نمیمونه که این کار کار رژیم ایرانه، این موشک ها ساخت رژیم ایرانه، این موشک ها رژیم به حوثی ها و دست نشان داشت اونجا داده و هفت موشکی هم که بنا به اعلام خود عربستان هم کلیک شده، اینا همش علائم و نشونه های مال پاسداراست، عوامل حزب شیطان لبنان که توسط اونا شلیک شده و این توانایی چیزایی که رژیم به اونا داده و اونا این کارا که انجام دادن. ولی مهمتر از همه اینها جنبه های تکنیکی، خب خیلی روشنه که تصمیم به پرتاب موشک ها قبل از هر چیزی یک تصمیم سیاسیه. یعنی پشت این شلیک ها یک تصمیم سیاسیه و قطعا وقتی میگیم تصمیم سیاسیه و با توجه به اینکه حوثی ها دست نشان دهنده رژیمن و این دلش هیچ شک و ابهامی نیست، خودشون هم گفتن و همه هم از اهرام شمسه، برای این باید گفت که پشت شلیک این موشک ها قطعا رژیمه و امکان نداره که بدون اجازه رژیم چنین کاری توسط مزدوراش صورت گرفته باشه. حالا پرتاب موشک تو این شرایط که به خصوص رژیم در از طرف جامعه بین المللی به خاطر همین داشتن موشک و پرتاب موشک تحت فشار هست، علامت چی از پرتاب موشک که رژیم پشتشه؟ بله، ببینین این پرتاب موشک ها رو از دو جهت تفسیر کرد. یکی اینکه علامت مقابله جویه و اینکه رژیم تصمیم گرفته در برابر فشارهای بین المللی، فشارهای جهانی که روش هست بیست. اما یه تفسیر دوم هم هست که میگه این علامت عقب نشینیه و پرتاب این موشک ها در واقع پرده استتار، دود استتاری است که داره رژیم به وجود میاره تا در پناه این دود استتار، تا زیر این استتار دود عقب نشینی شو، اون عقب نشینی که میگم صورت بگیره. خب حالا این دو تا تفسیری که میگین، اولیش خب نشون دهنده میگین ایستادگی، این دیگه زیاد نیاز به استدلال نداره، اما این که میگید که در تابلوی دوم نشون دهنده عقب نشینیه، بر اساس چه قرائن و نمونه‌های مشخصی میگین علامت عقب نشینیه؟ بله، ببینید توی عالم سیاست پدیده‌ها، اون چیزی که اتفاق میفته گاهن معکوس چیزی رو که در اهله اول به نظر میرسه دارن میرسونن، بیان میکنن و نشون میدن. فرض کنیم اگر رژیم واقعا قصد عقب نشینی داشته باشه، به خصوص رژیم آخوندی، نمیاد راست بگه که بله من میخوام درس بردارم از موشکی، از دخالت های منطقه‌ای میخوام درس بردارم، بفرمایید اینم موشک ها. این کار که نمیکنه، بلکه میاد تلاش میکنه با اونا وارد معامله بشه، یعنی اونها رو بکنه ابزار معامله، تلاش میکنه از در ازای چیزی که داره چیزی رو به دست بیاره، با این حرف میزنه. اما فاکتایی که طرفداران تفسیر دوم ارائه میدن
حرف‌های ظریف و همچنین حرف‌های کمال خردی که اخیراً زدن و به دنبالش انبوی حرف‌ها و تفسیرها در جهت این تایید حرف‌های اونا تو رژیم هست و اومده. تو همین گزارش هم که پخش شد شنیدیم نکاتشو. ظریف توی یادداشتی که توی شبکه الجزیره منعکس شده خطاب به همسایگانش خیلی آشکار درخواست مذاکره با عربستان رو میده. چیزی که مدت هاست رژیم داره چیکار میکنه میگه، بعد مدت هایی هست که این درخواست رو میکنه. همیشه هم این درخواست های رژیم با چی روبرو شده؟ با بی‌اعتنایی عربستان روش. بله. ولی اینو تکرار میکنه ظریف. در واقع در این نمونه که من دارم میگم ظریف به التماس میفته، اونم با این فضای خیلی رمانتیک که میاد میگه که بیایید در چشمان یکدیگر نگاه کنیم و تصمیم بگیریم اختلافات ما را بر سر میز گفتگو حل کنیم، نه در میدان نبرد. صادقانه دست خود را به سوی همسانگان ما دراز بکنیم. بله. نمونه دیگه که گفتم اشاره کردم کمال خرازی که مشاور خامنه ایه، مضمون همین حرفا رو اونم در رابطه با حل مشکلات منطقه‌ای از طریق مذاکره تکرار کرده. میگه جمهوری اسلامی آمادگی دارد با کشورهای دیگر چه به صورت دو جانبه چه به صورت چه چند جانبه به منظور حل مشکلات منطقه‌ای و ایجاد ثبات و امنیت همکاری کند. خب بیان این دو حرف از این دو مهره رژیم، دو مهره مشخص و شاخص، یکی هم مشاور خود خامنه‌ایه که از طرف دوبان رژیم هم الان دارن این حرف رو میزنن، گویا اینه که این مسئله قطعا خط رژیمه و نه حرف باند روحانی یا اون باند دیگه. بله. پس بنابراین این فاکتا روشن، علارغم این که اون داره با چه زبانی موشک رو میزنه برای اینکه به قول معروف باش حرف بزنه و امتیاز بگیره، ولی در جوهره محتوا تفسیر دوم میگه چی؟ میگه برای عقب نشینی. اینم نمونه هاش. درسته. حالا اینکه میگید برای به اصطلاح عقب نشینی و مذاکره است، ولی به نظر منطقی نمیاد برای مذاکره مثلا یک کشوری میخواد با یک کشور دیگه مذاکره کنه، مثلا رژیم آخوندی با عربستان، برای شروع مذاکره موشک بزنه، این ارتباط منطقی بینش نیست. بله. ببینید رژیم تا حالا به اصطلاح به زبون خوش هی به عربستان التماس کرد که بیاین چیکار کنیم؟ مذاکره کنیم. بله. حرف عربستان هم در یکی نمیگه، میگه اگه میخوایی مذاکره کنیم اول دخالتات رو بذار کنه، دخالتات تو منطقه کنار بذار، از حمایت از گروه های تروریستی چیکار کن؟ دست بردار. ارسال سلاح و موشک ها رو برای حوثی ها چیکار کن؟ متوقف کن. بله. خب رژیم تا به حال از این درخواست هایی که به عربستان داده به قول خودش با زبون خوش، به این اصطلاح زبون خوش، نتیجه نگرفته. جواب عربستان هم مشخص بوده. حالا میخواد با زبان موشک، با زبان قدرت درخواست خودش تکرار کنه. لذا میاد با پرتاب هفت موشک میخواد اینو بگه عربستان رو مرعوب کنه که بیای پای میز مذاکره و به قول معروف مسائلش رو با عربستان مستقل از آمریکا حل و فصل کنه. بله. بعدم خب در زلزبان یه ضرب العجل هم داره در رابطه آمریکا ضرب العجلی براش گذاشته دیگه در جریان سر برجام. خب میخواد از یک موقعیت قوی‌تر هم وارد بشه که خب طبعا این خیال خامه، چرا که بدون تردید رژیم داره شیپور رو از سر گشادش میزنه و برای حل مسائل منطقه اول باید تکلیف خودش رو با برجام و با ضرب العجل های آمریکا مشخص کنه. اونایی که گفتن برجام تکفیر میشه با داستان موشکی، با داستان دخالت های منطقی و با ضرب العجل که رژیم باید اینو با اینو تکفیر کنه. برای هرچی اول از این میگذره، برای این بازی ها خیال خامیست، ولی میخواد با این زبون هم صحبت کنه و قول معروف امتیاز بگیره و حرفشو بزنه. بله. حالا به اشاره کردید به برجام، آیا مشخص است که رژیم در زمینه برجام چه سمتی رو میخواد پیش بگیره؟ ببین کلان خیلی بحثم شده تو همین برنامه شما که رژیم دو راه بیشتر نداره، یا باید بیسته و گردن کشی کنه و بخره به جون خودش ادامه تحریم های خفه کننده و بعد بند هفت و علاقه، یا باید کوتاه بیاد و تنزل بی پایان به قول خامنه ای، پذیرش برجام های دو و سه و سه. ما علائم و نمونه هایی که از طرف رژیم میبینیم تو هر دو راه، هر دو چیزی که رژیم میتونه داشته باشه، ازش همین نمونه ها وجود داره. البته تو باند خامنه ای بعضی ها میگن باید دل واپس ها که مشخصه، میگن باید بیستیم کوتاه نیام بزنیم عقب، ولی تو خود باند خامنه ای نمونه هایی هم وجود داره که میگن باید رفت به طرف شرق، به طرف چین و
روسیه بریم و به قول معروف سیاست نگاه به شرق رو در پیش بگیریم. بعضی‌ها میگن روابطتون رو با اروپا باید تقویت کنیم، اروپا رو در مقابل آمریکا قرار بدید، اون بازی که شکافی فکر می‌کنن بخوام بکنن به این کار انجام بدن. بله. باند روحانی میگن که چی؟ نه چین و روسیه و نه اروپا به خاطر ما در برابر آمریکا قرار نمیگیرن، چون به قول معروف دستشون تو صحنه اینا رو میبینن نمیگیرن. بعضی کارشناسا و تحلیلگرای باند روحانی هم حرفشون رو سریع میزنن که من به عنوان یه نمونه اجازه بدید که به یکی از مورد اونا اشاره کنم. اسمش علی بیگدلیه، کارشناس رژیم تو 6 فروردین میگه. میگه که حالا که ما مضمونش اینه تو آستانه پایان وعده 120 روزه ترامپ در خصوص برجام هستیم، در آن سو هم شاهد روی کار آمدن اشخاص تندرو در خصوص پرونده ایرانیم، در خصوص پرونده ایرانیم اونا میان رو کار که یقینا شرایط موجود سبب خواهد شد که آمریکا اروپا رو هم با خود همراه کنه. لذا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید در خصوص این سه مقوله، یعنی توان موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشر، این سه تا رو میگه، به یک تصمیم نهایی برسیم. بله. حالا بازی یک با مداهوا، میگه بازی یک با مداهوا دیگر پاسخ ندارد. بازی یک با مداهوا که تالا کردن یه دیگه پاسخ ندارد، یعنی متناسب با این شرایط نیست میگه. بعد میگه که نکته مهم اینجاست که موجی در بستر در هم آمیختن است. این سه موضوع، کدوم سه موضوع؟ اشاره میکنه تو پرانتز، موشکی، دیپلماسی منطقه‌ای و حقوق بشر. میگه شک گرفته اینا در همه، از دستگاه سیاست خارجی و نهاد و شخص رئیس جمهور گذشته مستقیم به نظام و رهبری رسیده. موج رسیده به اونجا. یه به عبارت دیگه میگه، به عبارت دیگر تصمیمات جدی برای خطوط قرمز فقط در سطوح عالی تعیین تکلیف خواهد شد و دستگاه سیاست خارجی تنها و تنها مواضع تاکتیکی خواهند داشت. ببینین قضیه چقدر تیز و روشن میگه. برای من همطور که میبینین خیلی روشن داره میگه این خامنه‌ایه که باید تصمیم بگیره، باید در برابر موشکی، منطقی و حقوق بشر اونه که تصمیم بگیره و اون باید عقب نشینی بکنه. بگه این سه تا دیگه در هم آمیخته، دیگه نمیشه جدا کرد داستان اون رو از این، ضرب الازر هم پشتشه. برای اما این خامنه‌ایه که میتونه این کارو بکنه یا نه، خب باید منتظرمون دید چی واقعا در راه، در بر سر دوراهی در برابر رژیم، دوراهی مرگبار در برابر خامنه‌ای قرار داره و او چه تصمیم خواهد گرفت. قطعا ممکنه با سیاست از این ستون به اون ستون سعی کنه راهی پیدا کنه که بلکه زمان بیشتری بخره، ولی قطعا زمان علیهش عمل میکنه و مجبوره یکی از این دوراه رو که هر دوراه هم مرگبار براش برگزینه و این چیز بنبستی است که رژیم درش قرار داره. بله. تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه‌مون. شبیم به جنگ شب رویم، تلسم اختناق تا همیشه بشنیم، یکان یکان شبیم، ارتشی گرام شدیم، در آسمان شهر رعد بی امان شدیم. ای تو خواهرم برادرم، به پا به پا، اهرمن رود وطن شود رها رها، عزم رزمگاه پر خطر کنی عزیز، بی گمان که پشت ما خدا بود خدا. یکان یکان شویم به جنگ شب رویم، تلسم اختناق تا همیشه بشکنیم، یکان یکان شویم، ارتشی گران شویم، در آسمان شهر رعد بی امان شویم. دیار بیستون تا
شد گرد رخوت کند رو به جلاد قرن ماشه ها ماشه ها را چکند یکان یکان شدیم به جنگ شب رهیم تل اسم اختلاق تا همیشه بشکنیم یکان یکان شدیم ارتشیم گران شدیم در آسمان شهر رعد بی امان شدیم قیمت ارز یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی کشوره. در مه ماه سال 96 که قیمت ارز برای اولین بار مرز 4000 تومان رو پشت سر می‌ذاشت، نوبخت سخنگوی دولت ابتدا مدعی شد که این بخشی از سیاست واقعی سازی قیمت ارزه. بعد هم گفت که از ابتدا دولت روحانی، از شروع دولت روحانی، نرخ همه چیز رشد داشته غیر از نرخ ارز و باید ارز هم متناسب با نرخ واقعی تورم ارائه بشه. بعد که دیدن این افزایش افسار گسیخته داره در بازار ارز و تولید و واردات خام برای کارگاه‌های تولیدی بحران ایجاد میکنه، طبق معمول دولت روحانی یک دفعه حرفشو عوض کرد و به جای دفاع از واقعی سازی نرخ ارز، صراف‌ها رو مسبب ایجاد التهاب کاذب در بازار دونستن و با وارد کردن نیروی انتظامی و دستگیری چند تا صراف و دلال خواستن که نمایش بهبود قیمت ارز بدن. رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای و تا مهره‌ای از باند خود روحانی گفتند که مسبب افزایش قیمت ارز دولته و روحانی داره با این کارش کسری بودجه دولتش رو جبران می‌کنه. خود روحانی هم در گفتگوی تلویزیونی خودش در دوم بهمن ماه سال گذشته قاطعانه دست داشتن دولت رو تکذیب کرد و گفت که دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه نیست و ادعا کرد که قیمت ارز پایین خواهد اومد. اما این حرفا و این وعده ها هم مثل سایر حرفا و وعده های روحانی بود. گزارشی رو در این باره ببینید. اکنون دلار مرز 5000 را پشت سر گذاشته است و همه کارشناسان رژیم آژیرهایشان را به صدا درآوردند، در حالی که دولت روحانی و مهره‌های اقتصادیش ساکتند و به قول معروف چرا خاموش دارند کار خودشان را می‌کنند. از همان ابتدای بحث‌های بودجه 97 در مجلس ارتجاع خبرگزاری‌های حکومتی نوشتند که بودجه 97 روحانی 137000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد و دولت روحانی با چند نرخی و به روایتی ده نرخی کردن ارز در صدد رفع کسری بودجه و خالی کردن جیب مردم است، در حالی که تحریم‌های اقتصادی و مشکل جابجایی دلارهای نفتی هم سر جایش هست. رسانه‌های حکومتی و اظهارات متناقض مهره‌های نظام قبل از هر چیز آشفتگی در اقتصاد روبه موت نظام و نبود هر گونه برون رفتی را نشان می‌دهند. سایت حکومتی خبر آنلاین 7 فروردین احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی عنوان کرد: البته به نظر می رسد که دولت در تلاش است نرخ ارز را به نرخ تعادلی برساند. از سوی دیگر باید مشکلات نقل و انتقال در عرصه بین المللی حل شود. تا زمانی که شرایط فعلی پابرجاست دولت نمی تواند این کار را انجام دهد. خبرگزاری حکومتی ایسنا 6 فروردین سال 96 تصمیمات کاملا غیر کارشناسی و غیر تخصصی بود که نه تنها مشکل ارز و بازار ارز که افزایش غیر منطقی و غیر قابل قبول داشت را تنظیم نکرد، بلکه صدمات زیادی به بازار سرمایه و بازار پولی کشور وارد کرد. در سال گذشته بانک ها و بانک مرکزی خطای فاحشی انجام دادند و با تغییرات نرخ ارز حاضر نشدند سپرده های مردم را با روش تسویه ارزی به آنها پرداخت کنند. سایت حکومتی آفتاب 6 فروردین محمود صادقی در توییتر خود نوشت: بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی اقدامات لازم برای مدیریت و کنترل بازار ارز انجام شده و التهاب جاری بیشتر جنبه روانی دارد که برخی از کانال‌های خبری نیز به آن دامن زدند. سایت حکومتی انتخاب 6 فروردین
اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سومین چالش اقتصاد کشور در سال 97 را نرخ ارز دانست. او گفت باید مراقب باشیم که نرخ ارز بیش از مقدار فعلی رشد نکند و یعنی به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. سایت حکومتی مشرق، 7 فروردین. حامیان روحانی در انتخابات سال 96 مردم را با دلار 5000 تومانی تهدید و بیان می‌کردند اگر رقبای وی رأی بیاورند دلار گران می‌شود. قیمت دلار در تعطیلات نوروز 97 رکورد شکنی کرد و از مرز 5100 تومان به راحتی گذشت. این در حالی بود که پیش از این حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود درباره رشد قیمت دلار بیان کرد مشکلی از بابت قیمت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد. مهدی محمدی در توییتی به ماجرای عبور قیمت دلار از 5000 تومان پرداخت. یعنی دوره تقلیل دولت به میکروفون و دولتداری به مذاکره به سر آمده است. بله، خوبه که در انتها اضافه کنم که رادیو دولتی فرانسه هم در گزارشی از تحولات نرخ ارز در ایران گفتش که تنها طی هفته‌های گذشته ریال 1/4 ارزش خودش رو از دست داد. این رادیو اضافه کرد که به گفته ناظران انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا و مایک پومپئو به عنوان وزیر امور خارجه این کشور بر نوسانات بازار ارز ایران و افزایش بهای دلار تأثیر مستقیم داشته. پر از خشمی مثل توفان در نبردی بی امان بشنو ای خان بحث در مورد قیام و ریشه های ستبر اون و اینکه فضای انفجاری هست و به قول رحمانی فضلی در گزارش وزارت کشور از قیام این فضا با یک جرقه شعله ور میشه، این بحث همچنان داغه، به خصوص نظرسنجی هایی که خود رژیم به عمل آورده و روشنه که به دلیل اختناق با واقعیت فاصله خیلی زیادی داره. اما همین نظرسنجی هم حاکی از نارضایتی و مخالفت اکثریت قاطع مردم ایران با این حکومته. در این حال همه صحبت از ضرورت تغییر و اصلاح امور میکنن، اما نوبت به راهکار که میرسه کمیت همه لنگ میمونه و کسی جز کلیگویی راهکاری نداره و برخی هم همین واقعیت رو به زبون میارن و بهش اذعان میکنن. گزیده ای از اظهار نظرها و مطالب در این باره. عماد افروق، عضو سابق مجلس ارتجاع، 7 فروردین. آن چیزی که در دیماه اتفاق افتاد صرفاً به یک تهییج و بسیج ارتباطی و اطلاعاتی بر نمی گردد، بلکه به واقعیت‌های عینی جامعه باز می گردد. ما این واقعیت‌های عینی را از طریق داده‌ها و پیمایش‌های ملی و نظریه پردازی‌ها ارزیابی می کنیم. ربطی به تلگرام و توییتر و امثال هم ندارد. داده‌ها به ما می‌گویند که مردم نارضایتی اقتصادی دارند. پیمایش ملی که در سال 95 انجام شد نشان می‌دهد 78.8% مردم مهمترین دغدغه و مشکلاتشان اقتصادی است. بعد از اتفاق دی ماه هم دوباره یک نظرسنجی انجام شد و تایید کرد که 81% این اعتراضات به نارضایتی اقتصادی برمی‌گردد. بالای 70% مردم معتقدند که در 5 سال گذشته وضع اقتصادی بهتر نشده و در 5 سال آینده هم وضع بهتر نخواهد شد. یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید میتوان هر کاری را با هر توجیهی و رنگ و لعابی پیش برد. نباید تصور کنید که مردم مانند خمیر هستند که هر طور که بخواهید میتوانید آن را شکل دهید.
سایت حکومتی رویداد 24 هفته اسفند. محرک حوادث دیما فقط شبکه‌های مجازی نبودند. مردم ناراضی‌اند. پرونده خوبی در عدالت اجتماعی نداریم. در نظرسنجی‌های اخیر از مردم سوال شده که چند درصدتان به اصلاح طلبان و چند درصدتان به اصولگرایان گرایش دارید. 14.7% به اصلاح طلبان و 11.1% به اصولگرایان گرایش نشان دادند. یعنی روی هم رفته 25.8%. بر این اساس بیش از 74% نه اصولگرا و نه اصلاح طلب هستند. می توان با این آمار گفت منابع کشور بین دو گروه می چرخد که معرف و نمایانگر جامعه نیستند. در این شرایط مشخص است که اعتراض می کنند و حق هم دارند. سایت حکومتی اعتماد آنلاین هفته فروردین. سال گذشته شاهد کاهش سرمایه‌های اجتماعی بودیم. سال 96 پر از بحران بود. در سال جدید باید تلاش کنیم تا سرمایه اجتماعی را که همان اعتماد مردم به حاکمیت است افزایش بدهیم. در این زمینه چهره‌های سیاسی و اجتماعی در سال گذشته موفقیت چندانی نداشتند و ما شاهد کاهش سرمایه‌های اجتماعی بودیم. سایت حکومتی جماران هفته فروردین آذر منصوری. اگر در ماه‌های اخیر با سطحی از اعتراضات در کشور مواجه بودیم که بعضاً به خشونت هم کشیده شد، علت را باید در نوع مواجهه حکومت با مردم و مطالباتشان دانست. بنابراین عمده ایرادات و ناکارآمدی‌ها به مسئولین برمی‌گردد، به ویژه مسئولینی که همه راه‌ها را برای نظارت بیشتر مردم و پرسشگری و پاسخگویی خود بسته‌اند. بهترین حکومت‌ها و مسئولان در سایه حذف نظارت و پرسشگری مردم به بدترین حکومت‌ها تبدیل شدند و این تجربه بارها در تاریخ تکرار شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا هفته فروردین مرتضی مبلغ. نارضایتی‌های دیماه نشأت گرفته از مسائل سال گذشته نبود و آنچه در دیماه مشاهده شد انباشت مطالبات چندین و چند ساله مردم بود. البته در شکلگیری این اعتراضات سه‌قوه و حاکمیت به گونه ای عمل نکردند که مردم را قانع کنند و پاسخگوی آنان باشند و باید بگویم متاسفانه مسئولان نمره قابل قبولی در این زمینه دریافت نمی کنند. معتقدم مهمترین پیامد این مسئله این بود که مسئولان باید در روش‌های خود تجدید نظر کنند و اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است نظام با مشکلاتی روبرو شود. لذا لازم است مسئولان کشور در روش‌های خود تجدید نظر کنند. اگر نارضایتی‌ها گسترده شود و به مردم پاسخ داده نشود، خود می‌تواند محل بسیاری از اعتراضات شود. اینان هراسشان زیدانگی ماست، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم. آخون باید گم بشه، روح کان پشت بشه، آخون باید گم بشه. با تشدید بحران‌های همه جانبه رژیم و خوفناکتر از همه شعله قیام و شعله کشیدن اون، بحران درونی رژیم هم اوج گرفته که از نشانه های اون رو کردن پرونده های دزدی و غارت دوبان از هم دیگه است. در این رابطه باند خامنه ای صراحتاً دولت روحانی و خود او رو زیر ضرب میبرند و باند روحانی هم غالباً به طور غیر مستقیم و با ایما اشاره آخوندهای حاکم و باند خامنه ای رو آدرسشون رو میدن. در همین رابطه اظهارات آخوند ذوالنور از نمایندگان باند خامنه ای در مجلس رژیم و همونطور یک آخوند دیگه از همین باند رو میبینید. آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کس پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید.
دو جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ آقای رئیس جمهور نفرمودید وقتی توسط باند سرخی ها آقای دانیالزاده بدهکار چند هزار میلیاردی به شعبه بانک ملت امارات معرفی میشن 1600 میلیارد تومان وام میگیرن با بهره 1%، اینو میارن در بانکی در چهارراه جهانگیر کودک سپرده میکنن با بهره و سود 20% و بعد خونه 16 میلیاردی برای زن برادر شما آقای دانیالزاده در شما. اما ریشه همه بدبختی ها همین پوله. اینو برای نوجوانا و جوانامون میگم که امروزها مدتی است دارید میبینید متاسفانه یه عده حتی در لباس به ظاهر خدمتگزاری، لباس تدین، لباس تقدس، حجمه بر بیت المال میبرن، اموال جابجا میکنن، دزدی میکنن، جنایت میکنن، به ارزش ها میتازن، خون شهید مصالحه میکنن. یه جوری نشده باشه، حالا صاحب تجربه ها و بزرگترها که نشستن میدونن، میگن بدبختی مال اون کسیه که تو این وادی بیفته. گفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. ولی حالا کسی جست دینی داره این خطا رو، این غلط رو انجام میده، نگید و علی الاسلام السلام دیگه تموم شد همه چی. نه، نمیخوام شدت تقبیح این پستی این عمل رو کنار بزنم، نه، کار خیلی سنگینه. امروز سایت وابسته به احمدی نژاد نامه‌ای رو که او در روز 6 فروردین برای خامنه‌ای فرستاده علنی کرد. در این نامه احمدی نژاد خطاب به خامنه‌ای نوشته که مستحضرید که دستگاه قضایی بدون هیچ سند و مدرک و همچنین استناد قانونی یک برخورد کاملا سیاسی را در پوشش اتهامات مالی و در یک رسیدگی غیر علنی به انجام رسانیده و ایشان را به سنگین ترین مجازات ممکن محکوم و بلافاصله دستگیر و زندانی کرده است. او قربانی اراده سیاسی برای تخریب دولت‌های نهم و دهم و این جانب است. او ضمن اشاره به وخامت آل بقایی به خاطر اعتصاب قضا تلویحاً بروز هر خطری برای او را متوجه خامنه‌ای کرده و اضافه کرده که انتظار دارد که با دستوری قاطع از بروز فاجعه‌ای بزرگ و خسارت جبران ناپذیر جلوگیری فرمایید. روز سه‌شنبه 7 فروردین سایت دولت بهار وابسته به رئیس جمهور سابق نظام محمود احمدی نژاد متن کامل لایحه دفاعیه حمید بقایی معاون وقت وی رو درباره اتهام اختلاس میلیون‌ها یورو و صدها هزار دلار منتشر کرد. تاریخ انتشار این لایحه دفاعیه 7 فروردین 97 یعنی بعد از صدور حکم و اجرای شدن اونه. در حال حاضر بقایی در زندان و به گفته همفکرانش در اعتصاب قضا به سر میبره. توجهتون رو به بخشایی از لایحه دفاعیه بقایی جلب میکنم.
لایحه دفاعیه حمید بقایی خطاب به قضات دادگاه تجدید نظر شعبه 68 که تحت عنوان ادعای کذب تحویل ارز به وی از طرف سپاه قدس منتشر شده حاوی 16 بند بوده و در آن بقایی ضمن رد اتهام اختلاس مالی مربوطه با اشاره به صدور رأی 15 سال حبس و جبران بیش از 40 میلیارد تومان اعتراض کرده و گفته ادعای سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحویل چند میلیون یورو و چند هزار دلار ارز بیت المال از طرف سپاه قدس بدون هیچ گونه مستنداتی نظیر رسید به این جانب، آن هم در تاریخ 14/5/92 و زمانی که بنده مقام دولتی نبودم، ماجرایی است خیالی. جای بسی تأسف است که ادعای شفاهی متناقض افراد مورد استناد قاضی دادگاه قرار گرفته و علیه این جانب رأی اختلاس صادر می گردد. اطلاعات سپاه مدعی است که آقای سردار قاسم سلیمانی چند میلیون یورو بی هیچ دلیل منطقی و بدون مستندات مالی و اخذ رسید در اختیار بنده جهت اهدا به سران کشورهای آفریقایی در تاریخ 14/5/92 قرار دادند و همچنین این جانب چند هزار دلار از وجوه سپاه قدس را که در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در اختیار نمایندگان رئیس جمهور وقت قرار داده شده بود را اختلاس کردم. این در حالی است که بنده از رقم‌های دقیق مورد ادعای آقایان نیز اطلاع دقیقی ندارم. فارغ از اینکه این ادعاها اساساً صحت ندارند، اما به فرض محال در این داستان ساختگی، اولاً آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟ این جانب در 14/5/92 که دولت 11 مستقر گردید، سمت و مقام دولتی نداشتم تا آقای سردار قاسم سلیمانی با توجه به جایگاه، توان و سطح دسترسی هم به سران کشورهای خارجی بخواهند میلیون ها یورو را در اختیار بنده بسپارند تا به سران کشورهای آفریقایی بدهم. آقای احمدی نژاد طی چند مکاتبه با بازپرس و قاضی 1057 صراحتا اعلام فرمودند که این موضوع میان ایشان و سردار قاسم سلیمانی است و ارتباطی به این جانب ندارد. با این حال هیچ گونه ردی از این مکاتبات در پرونده کیفرخواست و رأی قاضی وجود ندارد. همینطور که از متن لایحه دفاعیه بقایی هم میشه فهمید، ظاهرا هیچ سند کتبی برای اثبات ادعای رد و بدل شدن میلیون ها یورو و دلار و تومان وجود نداره. ضمن اینکه متهم استدلال میکنه که اگر ادعای شهود در مورد رد و بدل شدن چنین حجمی از پول صحت داره که به خاطرش بقایی رو محکوم و زندانی کردن، پس چرا طرف دیگه اختلاس یعنی پاسدار سلیمانی محکوم نمیشه؟ اما اضافه بر اینها یک نکته هم در انتهای لایحه دفاعی بقایی هست که جالبه و اون اینه که احمدی نژاد خودش شخصا به عهده گرفته که این موضوع یعنی رد و بدل شدن چنین پول هنگفتی بین او و قاسم سلیمانی وجود داشته، یعنی بین احمدی نژاد بوده و قاسم سلیمانی و ربطی به بقایی نداشته. یعنی داستان رشوه به سران آفریقایی و بقیه نفرات وجود داشته اما ربطی به بقایی نداشته و این از همون چیزهایی که دم خروسش حالا بیرون زده. اما هیچ کس جرأت این که این دم خروس رو بکشه تا خود خروس بیرون بیاد رو نداره. به چه دلیل؟ به این دلیل که لابد کار به مقامات بالاتر از رئیس جمهور نظام میکشه. به هر حال اونچه که از فهوای کلام طرفین برمیاد اینه که هنوز حقایق خیلی خیلی زیادی باقی مونده که باید افشا بشه، من جمله این که این همه پول چطور به هیچ سند و مدرکی دست به دست میشه و این پول از کجا اصلا اومده، از کیسه چه کسی داره خرج میشه، به جیب چه کسی داره میره. هدف از دادن رشوه به سران کشورهای آفریقایی، اونم از طرف پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس، چی بوده و در قبال اون چی از این سران میخواستند؟ Ah!
آخوند باید کشته شه. بینندگان گرامی برنامه قیام ایران، با تشکر از همراهیتون با این برنامه به انتهای برنامه این ساعت میرسیم. انشاءالله که مجموعی که ارائه کردیم مورد قبولتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شاد و سربلند باشید. آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دخالت‌های رژیم ایران در یمن را بررسی کردند. انتشار اسناد جدید از بمب‌های کنار جاده رژیم ایران در یمن، لبنان و عراق. این بمب‌ها به شکل سنگ هستند. کلی نماینده آمریکا در سازمان ملل: شکست آتش بس در سوریه مایه شرمساری شورای امنیت است. از ماه گذشته که شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه آتش بس را به تصویب رساند، تاکنون 1600 نفر در غوطه شرقی سوریه در مقابل دیدگان ما جان باختند. دیفنس نیوز جزئیاتی از موشک‌هایی که رژیم ایران به شبه نظامیان حوثی یمن داده رو منتشر کرده. این جزئیات از روی قطعات موشک‌های شلیک شده به دست اومده. تک...
بر کسی پوشیده نیست که رژیم ایران شبه نظامیان را در چندین جنگ تسلیم می کند. آنچه ما در این آشیانه در واشنگتن دی سی می بینیم یک مدرک است. من به شما سلاح‌های مختلفی را نشان می‌دهم و اینکه چگونه کارشناسان و بازرسان وزارت دفاع این تسلیحات را تا ایران ردیابی کردند. در اینجا باقی مانده دو موشک قیام است. یکی از آنها عملاً تا ریاض پرواز کرد. قسمت بالای این موشک سه روزنه دارد که کارشناسان آمریکایی تشخیص دادند اینها ایرانی می باشند. مقامات دفاعی معتقدند این موشک از هم باز شده و قاچاق شده و در صحنه قبل از پرتاب سوار شده است. در اینجا شما جوشکاری‌های بسیار دقیق کارخانه ای را می‌بینید و در قسمت دیگر جوشکاری میدانی انجام شده و بسیار متفاوت است. اینها علامت‌هایی از شرکت‌هایی است که مستقیماً تحت وزارت دفاع ایران کار می‌کنند و مانند بسیاری از تولید کنندگان صنعتی نیاز دارند علامت گذاری و مارک خود را روی صفحه مدارهای برقی خود بزنند. حتی یک برچسب چک کیفیت در پشت آن زده شده است که تاریخ 2015 روی آن خورده است. حال به سراغ تسلیحات زمینی می رویم. این یک موشک ضد تانک طوفان است. اگر شما یک نیروی ضربت زمینی باشید، ممکن است با موشک‌های تاو آشنایی داشته باشید. این موشک بر اساس آن ساخته شده است. یک اختلاف برجسته در این است که در موشک آمریکایی دهانه موتور می‌سوزد، ولی در مدل ایرانی مستقیم می‌افتد. کارشناسان می‌دانند وقتی چیزی با کپی برداری مهندسی می‌شود، وقتی مجدداً ساخته می‌شود، به شکل بسیار ساده‌تری ساخته می‌شود. حال سراغ پهپاد می رویم. این بازمانده یک پهپاد است. به سرعت متوجه می شویم که ساخت رژیم ایران است. در اولین حقیقتی که افشا می شود، طراحی آن است. آمریکاییان می دانند که این یک پهپاد ایرانی است. دومین علامت آن شماره سریال آن است. دو رقم، خط فاصله، بعد چهار رقم. که این نوع شماره گذاری خاص رژیم ایران است. سوماً ژیروسکوپ آن است که ساخت ایران است. مشاور امنیتی ریاض به یورونیوز گفت عربستان سعودی اجازه نمی‌دهد حزب الله دیگری در یمن پا بگیرد. او به رژیم ایران نسبت به دخالت‌هایش در یمن هشدار داد. عربستان سعودی مهمترین رقیب منطقه رژیم ایران در خاورمیانه میگوید برای برقراری ثبات در یمن تلاش میکند. ژنرال احمد الاسیری، سخنگوی سابق ائتلاف نظامی و مشاور کلیدی ریاض در مسائل امنیتی، در گفتگو با یورونیوز این موضوع را مطرح کرد. ژنرال احمد الاسیری در بخش دیگری از سخنان خود در نشست پاریس تاکید کرد هدف عربستان بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه است و برای رسیدن به این هدف باید دولت مشروع و قانونی یمن بار دیگر در این کشور قدرت را در دست گیرد. مشاور کلیدی ریاض در مسائل امنیتی در ادامه تصریح کرد عربستان سعودی اجازه نخواهد داد تا یک حزب الله دیگر در یمن تشکیل شود. او گفت عربستان سعودی با کلیه کشورها به جز رژیم ایران همکاری خواهد کرد. ژنرال احمد الاسیری که هفته گذشته ولیعهد عربستان را در سفر به آمریکا همراهی کرد، با اشاره به حمایت دونالد ترامپ از رویکرد منطقه ریاض به خصوص در جهت مقابله با دخالت رژیم ایران گفت توافقی که ما با دوستان خود در واشنگتن داریم بر پایه همکاری جمعی برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه و مقابله با گروه‌های تروریستی، افراطیون یا کشورهایی است که تلاش دارند ایدئولوژی خود را به خارج از مرزهای خود صادر کنند. نیاز کنونی ما اجرای قوانین بین المللی، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در مسائل داخلی دیگر کشورها و همکاری بین کشورهای منطقه است. تلویزیون اسکای نیوز میگه آمریکا برای خروج از برجام آماده سازی میکنه. الاستعدادات للخروج من الاتفاق. آماده سازی ها برای خروج سریع از توافقنامه اتمی در آمریکا جریان دارد. اما به موازات آن، گفتگوهای آمریکا با اروپا برای رسیدن به توافقی برای اصلاح برجام ادامه دارد.
اصلاحیه جدید رژیم تهران را مجبور می کند که فعالیت‌های منطقه‌ای غیرقابل قبول و حمایت از گروه‌های تروریستی را متوقف کند. علاوه بر این، اقدامات شدیدی نیز با هدف منع توسعه سلاح اتمی صورت می‌گیرد که از طریق بازدید از سایت‌های حساس رژیم ایران و تشدید مراقبت از فعالیت‌های اتمی آن اعمال می‌شود. همزمان ارگان‌های مختلف دولت آمریکا برای مرحله بعد از خارج شدن از برجام آماده می‌شوند. بنا به گفته منابع آمریکایی، وزارت خزانه‌داری در حال بررسی تمامی تحریم‌هایی است که قبل از توافقنامه علیه رژیم ایران وضع شده بود. در صورتی که طرف‌های اروپایی از توافق بر سر جزئیات برای تکمیل برجام شکست بخورند، آمریکا اقدامات خود را شروع خواهد کرد. ضرب‌العجل 120 روزه در 11 ماه می میلادی برابر با 22 اردیبهشت به پایان می‌رسد. منابع آمریکایی خاطر نشان کردند وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی برای توسعه استراتژی‌های دیپلماتیک و اقتصادی کار می‌کنند تا با واکنش احتمالی اروپا، چین، روسیه و رژیم ایران مقابله کنند. در چنین شرایطی مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا می‌شود که با سلف خود یعنی تیلرسون مواضع متفاوتی دارد و از شدیدترین مروجان خروج از برجام است. للانسحاب من الاتفاق. تلویزیون بحرین گزارشی از حمایت اخیر نمایندگان پارلمان اروپا از قیام مردم ایران پخش کرد. دان عشرات النواب الاوروبيين استخدام النظام الايراني. نمایندگان پارلمان اروپا به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان ایرانی را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی خواستند تا با اقدامات جدی و قوانین الزام‌آور رژیم ایران را مجبور به آزادی زندانیان سیاسی کنند. قانونگذاران اروپایی برای جلوگیری از ظلم و سرکوب رژیم ولایت فقیه علیه مردم و دخالت این رژیم در امور داخلی کشورهای منطقه تاکید کردند. 197 نماینده از کشورهای اروپایی در اطلاعیه مشترکی حمایت کامل خود را از قیام مردم ایران برای تغییر دموکراتیک در این کشور اعلام کردند. من جهته وجه جرارد دوبرا النائب في البرلمان الاوروبي ورئيس مجموعه اصدقاء ايران والوزير الفخري في الحكومه. از طرف جرارد دوبرا نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران و وزیر افتخاری در دولت بلژیک در پیامی تلویزیونی حمایت نزدیک به 200 نماینده پارلمان اروپا از خواسته سرنگونی رژیم ولایت فقیه و محقق شدن تغییر دموکراتیک را که مردم ایران به دنبال آن هستند اعلام کرد. جرارد دوبره جنبا الى جنب على العديد من زملائي في البرلمان الاوروبي عن امضاء بيان مشترك لدعم. من خیلی خوشحالم که به همراه بسیاری از همکارانم در پارلمان اروپا بیانیه مشترکی را امضا کردیم که از قیام اخیر در ایران برای تغییر دموکراتیک حمایت می‌کند. این بیانیه را نزدیک به 200 نماینده پارلمان از تمامی احزاب سیاسی از جمله رئیس پارلمان و رؤسای جمعیت‌ها و هیئت‌ها امضا کردند. مردم ایران به ویژه نسل جوان و زنان صبرشان از رژیم دینی به سر آمده و خواهان تغییر این رژیمند. ما بر این باوریم که حقوق بشر در ایران را نمیتوان نادیده گرفت و قربانی معاملات تجاری و سیاسی یا توافق اتمی کرد. تلویزیون اسکای نیوز در گزارشی در مورد مواضع احمدی نژاد گفت جنگ جناحی در ایران اسرار پشت پرده رژیم رو بیش از پیش برملا میکنه. فبعد نشره معلومات عن الثراء الفاحش غیر المشروع للمرشد اسکای نیوز. بعد از برملا شدن اطلاعات در مورد ثروت‌های نامشروع علی خامنه‌ای و سرکردگان عالی رتبه سپاه پاسداران، احمدی نژاد نامه جدیدی را به خامنه‌ای نوشت و سپاه پاسداران، دولت، قضایه و مجلس رژیم را متهم کرد که با فشار گذاشتن بر روی همکارانش می‌خواهند او را متهم به جاسوسی کند. دستگیری همکاران احمدی نژاد توسط رژیم نتوانسته او را مهار کند. او میگوید میخواهد افتضاح فساد در این رژیم را افشا کند، چیزی که باعث درگیری های بیشتری در درون رژیم میشود. در رابطه با رویارویی احمدی نژاد، موسی افشار عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران به تلویزیون اسکای نیوز گفت
تشهدها الساحة الإيرانية حاليا. وهذه الحقيقة هي المعركة الحقيقية التي تجري في إيران وفي الشارع الإيراني، هي معركة بين الشعب وبين النظام برمته، بين المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق. درگیری واقعی که در ایران در جریان است، درگیری میان مردم و تمامیت رژیم است. بین مقاومت ایران و مجاهدین خلق از یک طرف و کل رژیم از طرف دیگر است. بحران کنونی برای خامنه ای و رژیم حاکم لاینحل است. به این دلیل نشانه های پایان یافتن این رژیم بیشتر نمایان شده است. در چنین وضعیتی است که خامنه ای می آید و با تمامی قدرت خود ساختش از مردم عذرخواهی می کند و روحانی هم با رئیس جمهور فرانسه تماس می گیرد و به او التماس می کند تا فعالیت های مجاهدین خلق را محدود کند. و سرکرده نیروهای سپاه پاسداران هم در اظهاراتش به این اشاره می کند که زنان مجاهد هستند که شبکه های مردمی در ایران را رهبری می کنند. اینها نشان می دهد رژیم لرزانتر و بسیار ضعیفتر شده است. این وضعیت رژیم ناشی از شقه درونی آن است. با نزدیک شدن پایان رژیم، برخی ها می خواهند حسابشان را از حساب رژیم جدا کنند. آنها به فکر آینده خود هستند. به اقتراب نهایت نظام، انها يريد ان يفصل ان يعني يفرز حسابه. سقوط شتابان قیمت ریال در مقابل دلار آمریکا ادامه دارد. العربیه به بررسی علت این امر پرداخته. تعرض الريال الإيراني لضربة. پول ایران با ضربه جدیدی روبرو شد و به یک چهارم قیمت آن طی 6 ماه اخیر رسید. اقداماتی که مقامات رژیم ایران انجام دادند، مانند دستگیری صرافها و دلالان ارز در بازار سیاه، نتوانسته مانع این کاهش قیمت شود. کارشناسان اقتصادی میگویند این افت قیمت ضربه روانیش بیشتر از ضربه اقتصادی است. چرا که ایرانی ها به پول و اقتصادشان بی اعتماد شدند. قیمت یک دلار بیش از 50,000 ریال شد و بیش از 30% از قیمتش را طی 1 ماه اخیر از دست داد. سران رژیم اقدامات زیادی را برای جلوگیری از افت شدید قیمت ریال انجام دادند و تمامی درها را کوبیدند، اما کاری از پیش نبردند. ماه گذشته رژیم ایران کسانی را که با ارزهای خارجی کار می کردند دستگیر کرد. حساب‌های بانکی آنها منجمد شد و بهره سپرده‌ها را بیشتر کردند و میلیون‌ها دلار را برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار تزریق کردند، ولی این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. وزیر خارجه رژیم در سفری که به منطقه بالکان و شرق اروپا داشت، از این کشورها درخواست کرد تا با بانک‌های ایران رابطه داشته باشند. در سایه افزایش انزوای رژیم و وخامت اوضاع اقتصادی، ترس ایرانی ها بیشتر شد و مجبور شدند تا ریال را به ارز خارجی تبدیل کنند تا امنیت داشته باشد. به عقیده بانکداران و اقتصاددان ها، مسئله فروپاشی پول ایران در هفته اخیر ضربه روانی جدی وارد کرده است. تغییراتی که دونالد ترامپ اخیراً در دولت آمریکا داده، ترس رژیم را از بحرانی تر شدن اوضاع افزایش داده است. ناظران عقیده دارند انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی فصل جدیدی از شدت عملهای آمریکا علیه رژیم ایران و به مثابه کوبیدن میخ آخر بر تابوت توافق اتمی است. دونالد ترامپ ضرب العجل این توافق را در ماه می تعیین کرده است. مدیر کل صندوق نجات کودکان میگه جامعه بین المللی مردم سوریه رو تنها گذاشته. چشم بستن بر جنایات جنگی که در این کشور صورت میگیره غیر قابل قبوله. 7 سال از زمانی میگذرد که مردم سوریه برای مطالبه حقوق سیاسی اجتماعی و نیز درخواست آزادی های بیشتر به خیابان ها آمدند. شورشی که ابتدا با تظاهرات مسالمت آمیز آغاز شد و خیلی زود به جنگ مرگباری انجامید که رژیم اسد و متحدانش آن را بر مردم سوریه تحمیل کردند. خانم هله تورنینگ شمید، مدیر کل سازمان غیردولتی و بین المللی صندوق نجات کودکان که سازمان تحت ریاست وی سوریه را به عنوان خطرناکترین کشور
برای کودکان معرفی کرده است میگوید: به نظر من باید نتیجه گرفت که جامعه بین المللی مردم و کودکان سوری را رها کرده است. نگرانی بزرگ من تبعات بالا گرفتن مناقشه است. سازمان ملل متحد بارها استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را تایید کرده و حالا با این شرایط دهشتبار روبرو هستیم که نزدیک به 2 میلیون نفر در بخش‌هایی از خاک این کشور تحت محاصره قرار دارند. مناطق غیر قابل دسترسی که عملیات کمک رسانی و ارسال آذوقه و دارو در آنجا عملاً غیر ممکن شده است. این سطح جدیدی از فجایع وحشتناک در سوریه است که من می‌ترسم به تدریج به عنوان امری عادی تبدیل و پذیرفته شود. این بحران به طور اساسی یک جنگ آشکار بر ضد کودکان است. بمباران مناطق غیر نظامی، بمباران مدارس و بیمارستان‌ها چیزی نیست جز جنگ بر ضد کودکان و ما نبایست این را بپذیریم. دکتر رافائل پتی، پزشک فرانسوی است که از سال 2012 تا کنون بیش از 20 مأموریت در مناطق جنگی سوریه انجام داده و دوره‌های آموزشی برای پزشکان و پرستاران سوری برگزار کرده است. وی می‌گوید: وقتی شما در بیمارستانی هستید که امکانات لازم در آن نیست، کاملاً وخامت اوضاع را از نزدیک حس می‌کنید. این مسئله به خصوص زمانی که با ورود انبوهی از بیماران مواجه هستید، بیشتر خود را نشان می‌دهد، زیرا لازم است که از بین آنها دست به انتخاب بزنید. برخی از بیماران که شما می توانستید در شرایط عادی به درمان آنها بپردازید، در چنین وضعیتی با توجه به انبوه بیماران و کمبود امکانات از دست می روند. گاهی اوقات درمان ممکن نیست و ما مجبور هستیم برای حفظ جان افراد به صورت گسترده دست به قطع اعضای آسیب دیده بزنیم. اینها یک نسل هستند، هزاران نفری که فردا در کشوری ویران باید با معلولیت خود دست و پنجه نرم کنند و این برای سوریه بسیار سنگین است که از یک طرف با این حجم از معلولیت روبرو شود و سوی دیگر برای بازسازی خود تلاش کنند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نشستی با روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد هدف رژیم ایران تولید سلاح هسته‌ای است و برای ممانعت از آن باید از همین الان دست به کار شد. اگر آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، آن را تبدیل به سپری برای خود می‌کنند.
largest number of exporters came from the US. Record Donald Trump on Monday ordered 60 Russian diplomats to leave the country, 12 de progreso futuro del país se les fue de las manos y hoy compartimos con ellos una visión de cambio y transformación para poder recuperar la zona. Es la única solución por la vía de la ruta electoral que tiene Venezuela para salir del desastre en que nos ha metido el terreno. Que es un cambio en este país y bueno, ya la gente no soporta. I just hope we make it all right now, though. Oh, God. Look at that. Woo-hoo! The wind is picking it somewhere. It's coming down. Slow down. It's coming too fast. It's coming too fast. Secondary. Oh, man. All right. We love you,
I was struggling to breathe at that time. Walking on my hands, but I just remember looking up and I saw this crowd of young people all just standing there and sort of clapping. And once I actually got there, they just sort of started cheering, and I was pretty damn hungry. نهم فروردین 1390 مجاهد خلق محسن دکمچی زندانی سیاسی با 9 سال سابقه اسارت در سیاه‌چال‌های ولی فقیه ارتجا بر اثر ممانعت دشقیمان از درمان پزشکی به شهادت رسید. سلام بر این مجاهد والا مقام که در اوج پایداری و مقاومت در برابر شکنجه‌های دشقیمان و دردهای جانکاه بیماری حسرت تسلیم را بر دل خامنه‌ای و دشخیمانش گذاشت و همچون بیماران قهرمان اشرفی که در برابر همان محرومیت‌های پزشکی مقاومت می‌کنند به سمبولی از اراده خلل ناپذیر مردم ایران برای آزادی و سرنگونی فاشیسم مذهبی تبدیل شد. مجاهد قهرمان محسن دکمچی زندانی سیاسی مقاوم با 9 سال سابقه زندان که با مقاومتی شگفت در برابر فشارهای جلادان خمینی در اسارت به شهادت رسید و به همرزمان و همبندان شهیدش علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی پیوست. محسن دکمچی از بازاریان خوشنام تهران از سال 60 تا 67 به مدت 7 سال در اسارت و تحت شکنجه بود و مجدداً در شهریور ماه 88 به خاطر کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی دستگیر و به 10 سال زندان و تبعید محکوم شد. او که از ماه‌ها قبل در زندان با ابتلا به بیماری سرطان در وضعیت وخیمی قرار داشت با ممانعت دشخیمان از معالجات ضروری روبرو بود. ماموران وزارت اطلاعات آخوندها محسن دکمچی را در 16 شهریور ماه 1388 در بحبوحه قیام‌های مردم ایران دستگیر کرده و به بند 209 زندان اوین بردند. محسن دکمچی که در دهه 60 نیز به دست دشخیمان خمینی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته بود، پس از دومین اسارت هم با شکنجه های جلادان و
هم با ابتلای بیماری سرطان روبرو شد. ولی او در حالی که جسمش ذره ذره آب می شد و از درد جانکاه سرطان توان راه رفتن، غذا خوردن، آشامیدن و حتی استراحت را از دست داده بود، اشرف نشان مقاومت کرد. شما جرمتون چیه و حبستون چقدر آیدو کنید؟ چقدر حبستون کشیدید؟ چه اتهامی؟ مجاهدی؟ آیا حرفی واسه مردم دارید؟ یک مقاومت و برانداخت. واسه بچه هاتون و خانوادتون چه پیام دارید؟ از تابستان 89 وضعیت جسمی این مجاهد سرفراز رو به وخامت نهاد و پزشکان تنها راه درمان او را شیمی درمانی تجویز کردند. اما به دستور مستقیم دشخیم جعفری دولت آبادی از درمان او جلوگیری شد. در آخرین روزها که محسن بر اثر وخامت شدید حالش به بیمارستان منتقل شد، محدودیت‌ها و فشارهای دوران اسارتش را بیشتر کردند و چند مأمور و دشخیم وزارت اطلاعات شبانه روزی او را تحت نظر داشتند. از ملاقات بستگانش جلوگیری کردند تا او را در آخرین لحظات حیاتش هم تحت شدیدترین فشارها قرار دهند. اما مجاهد قهرمان محسن دکمچی تا آخرین نفس زندگی با ایمان به ضرورت پایداری برای آزادی، همچون بیماران پایدار اشرفی و نمونه‌هایی چون قهرمان صدیق مهدی فتحی، درس‌هایی از ایستادگی را به جا گذاشت و پوزه مزدوران خامنه‌ای را به خاک مالید. پایداری محسن دکمچی در برابر فشارهای زندان و در رویارویی با بیماری الگویی انگیزاننده برای سایرین شد. زندانیان سیاسی از او درس بیان حق و ایستادن و پایدار ماندن گرفتند و از صلابت او و همرزمانش همچون محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی و علی صارمی شهادت دفاع از کلمه مجاهد را آموختند. امروز عزم دکمچی ها در زندان تکثیر شده، راه و رسم او که ایستادگی برای آزادی در برابر ستم ولایت فقیه بود توسط فرزندان آگاه ایران ترویج گشته و اراده فرزندان ایران سرانجام با سرنگون کردن دیکتاتوری و دجالیت ایران آزاد را بنا خواهد کرد. آن روز سراسر ایران از قهرمانانی چون دکمچی تجلیل خواهد کرد. وقت گل کردن لاله های سرخ، وقت آواز شدن صدای سرخ، وقت بشکستن قفل زندونا، وقت روسیاهی زمستونا، با طلوع تازه شادی شهر، فصل ناگزیر آزادی شهر، فصل پایان تموم قصه ها، میخونیم به یاد تو به یک صدا. ای سفر کرده به افلاک جای تو خالی، ای به خون خفته در این خاک جای تو خالی، جای تو خالی،
جای تو خالی. راستی چه شده است که نان خورشیدی شده است که طلوعش خود عیدیست برای مردم؟ بله، حکومت حکومت ولایت فقیه قارتگر است و سال نو از راه رسیده و سفره‌های بسیاری از هموطنان خالی است. سفره‌های بسیاری هم در خیابان‌ها انداخته می‌شود. مثل کودکان که خیابانی شدند، سفره‌ها هم خیابانی شدند. سفره خالی اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز. سفره خالی اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه. سفره خالی اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین. کارگران کنتورسازی قزوین 15 اسفند 96 در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق خود مقابل استانداری رژیم سفره خالی پهن کردند. اینها یک سفره نیست. هر کدام از این سفره‌های طولانی نمایانگر صدها سفره نوروزی خالی در خانه‌های کارگران و محرومان کشورمان است. تصور کنید دور آن سفره چه کسانی نشستند. دخترکان و پسران و کودکان محروم که چشم به راه لباس نو، شیرینی، میوه و غذا و بوی عید و عیدی بودند، اما با چشمان پر از شرم پدر روبرویند. بله، سالهاست که در این ایام مادرها و پدرها شرمنده کودکان و خانواده خود میشوند و برای دریافت حق قانونی خود دست به اعتراض و اعتصاب میزنند. این موضوعی است که روزنامه‌های حکومتی با صراحت به آن اعتراف می‌کنند. روزنامه ابتکار 22 اسفند 96 می‌نویسد: وقتی فقر نوروز را می‌بلعد، حال و هوای دهک‌های پایین‌تر جامعه در روزهای پایانی سال 96 چگونه است؟
لباس‌های فاخر و نو، میوه‌های درشت رنگ و رنگ، اسکناس‌های تانخورده، سفر، اگر اینها را بشنوید، یاد چه چیزی می‌افتید؟ احتمالاً پاسخ شما نوروز است. خیلی از خانواده‌ها هیچ برنامه‌ای برای سال نو ندارند. نه از خرید لباس خبری است، نه از خرید آجیل و شیرینی. افرادی که تنها به خانه تکانی سال جدید قناعت می کنند تا شاید این گونه کمی از جرعه هوای نوبهار سرمست شوند، هرچند که سفرهشان هر سال تنگتر و تنگتر شده و کودکانشان در حسرت یک جفت کتانی نو هستند. سایت حکومتی عصر ایران قیمت یک سفره فقیرانی 7 سین را چنین ارزیابی می کند: برای یک سفره 7 سین باید حداقل 60,000 تومان و حداکثر 1,000,000 تومان هزینه کرد که این رقم برای خانوارهای دهک‌های پایین در نظر گرفته شده، زیرا با چرخی در خیابان‌های بالای شهر هزینه پهن کردن یک سفره 7 سین حتی به 5,000,000 تومان هم می‌رسد. با این وصف ببینید کدام خانواده محروم توان تأمین مخارج این سفره را دارد. و جالبتر این است که این بحث هر ساله روزنامه‌های این رژیم است. نمونه پارسال را ببینید، درست عین امسال خبر از کوچکتر شدن سفره‌ها می‌دهند. ولی به جای فکری به حال این مشکلات، بیشتر سفره غارتگران بزرگتر می‌شود. تنها به یک مورد بسیار کوچک نگاه کنید که نشانگر تفاوت عظیم حکومتی ها با مردم است. ببینید یک ملا به خاطر 2 وعده نماز جماعت خواندن چه حقوقی گرفته است. 4,600,000 تومان به خاطر 2 وعده نماز. این است که فریاد کارگران همواره بلند است که زندگی کارگر روی هواست امروز. تظاهرات کارگران مظلوم هبکو یراک در 16 بهمن با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز. عزا عزاست، روز عزاست، زندگی کارگر روی هواست. و دمادم اعتصاب پشت اعتصاب و اعتراض پشت اعتراض صورت می‌گیرد. اما پاسخ رژیم آخوندی چیزی جز گرانتر کردن کالاها و بیشتر عقب انداختن حقوقها و افزایش غارتگری و حمایت از چپاولگران که ایادی خود رژیم هستند همراه با سرکوب و تهدید مردم محروم نیست. به همین دلیل پاسخ مردم تبدیل می شود به قیام علیه ستم برای تغییر این نظام تا آن نوروز و عید واقعی برسد که خورشید نان طلوع کند.